و برنامه تفاوت ها از نگاه نو خوش آمدید. در این ویدیو در مورد 10 خطرناکترین پرنده جهان معلوماتی را تهیه کردم که با دانستن آنها شما شگفت زده خواهید شد. در دنیای پرندگان تنوع زیادی وجود دارد. برخی از آنها ممکن است باعث آرامش و شادی شوند، اما برخی دیگرشان می توانند باعث درد سر شوند و حتی برخی دیگر آنها می توانند کشنده باشند. اگر می خواهید بدانید آن پرنده های عجیب کدام ها هستند، حتما این ویدیو را تا آخر تماشا کنید. شماره 1، کاسواری جنوبی. بر اساس کتاب رکوردهای جهانی گینز، کاسواری جنوبی یکی از زیباترین و همچنان یکی از خطرناکترین پرنده جهان هم است. این پرنده یکی از مرگبارترین پرنده ای است که مطمئناً میتوانند مانند شترمرغ به انسان حمله کند. از نظر اندازه کاسواری جنوبی با وزن 75 تا 80 کیلوگرم و قد آن به 5.6 فوت می رسد که دومین پرنده بزرگ جهان است. پاهای کاسواری مانند شترمرغ قدرتمندترین سلاح بدنشان است. کاسواری داری 3 انگشت در هر پا است و مجهز به پنجه های به طول 5 اینچ می باشد. روش حمله ای که کاسواری اتخاذ می کند بسیار خطرناک است و می تواند در هر دو جهت جلو و عقب حمله کند. همچنین کاسواری می تواند بر روی قربانی بپرد. در چنین شرایطی می تواند صدمات قابل توجه به قربانی وارد کند و حتی می تواند آن را بکشد. شماره 2، شترمرغ آفریقایی. شترمرغ آفریقایی بزرگترین پرنده نوپر در جهان است. پس از ناپدید شدن شترمرغ، اکنون تنها این یک گونه از شترمرغ باقی است. به ظاهر سرگرم کننده است، اما در واقع خطرناک می باشد. اندازه آن در حدود 7 فوت طول و 240 پوند وزن دارد. این پرنده نمی تواند پرواز کند، اما می تواند با سرعت 43 مایل در ساعت بدود. شترمرغ آفریقایی بیشتر به انسان حمله می کند، مخصوصا زمانی که تهدید برای جوجه ها یا محیط اطراف خود ببیند. شترمرغ های آفریقایی می تواند در عرض چند ثانیه به هدف خود ضربه بزند. پاهای بلند و قدرتمند سلاح اصلی این شترمرغ است. شماره 3، مرغ شاه‌ماهی اروپایی. بالهای این پرنده ممکن است شبیه فرشته باشد، اما خطرناک است. آنها با ساختن لانه در مناطق مسکونی تهدید خاصی برای انسان به شمار می روند. مرغ شاه‌ماهی اروپایی هنگامی که انسان ها سعی می کنند از مناطق شلوغ غذا بگیرند، آنها را هدف قرار می دهند و همینطور آنها با موج های بسیار تیز خود که باعث صدمات جدی می شوند ضربه می زنند. مرغ شاه‌ماهی اروپایی یک مرغ دریایی بزرگ است که در غرب اروپا یافت می شود و طول آن تا 26 اینچ می رسد. دلیل سرقت غذا و حمله به انسان ها بدنام است. او 49 بال دارد که 24 تا 26 اینچ می باشند و مانند سایر پرندگان مرغ شاه‌ماهی اروپایی در فصل لانه‌سازی تهاجمی تر می شوند و حمله می کنند. در هنگامی که آنها به صورت تیمی حمله می کنند، فاصله تان را با آنها حفظ کنید. اگر مرغ شاه‌ماهی تنها باشد و بیشتر تحریک شود، فوراً از سایر مرغان شاه‌ماهی کمک می گیرد. شماره 4، ایمو. ایمو یک نوع نژادی از شترمرغ است که در استرالیا یافت می شود. اگرچه کوچکتر از نوع آفریقایی است، اما به عنوان یکی از پرنده های بزرگ و قدرتمند شمرده می شود.
این پرنده تا 6 فوت طول دارد و 1.9 متر بلند است که 70 کیلوگرم وزن دارد. بیشترین وزن این مرغ در عضلات ران آن متمرکز می باشد و پاهای آن از هر حیوانی قوی تر است که می تواند یک حصار فلزی را خراب کند یا ضربه بزند تا برستی را شرمنده کند. این ایمو با پنجه های تیزی چند اینچی مجهز است که می تواند صدمات جدی را ایجاد کند. در واقع ایمو بسیار خطرناک در نظر گرفته شده است که حکومت وقت استرالیا علیه این پرنده اعلام جنگ کرد. بله، درست شنیدید. در سال 1932 جنگ بزرگ ایمو در مقابل اسلحه ماشینی توپخانه سلطنتی استرالیا آغاز شد. در نهایت ایموها برنده شدند. علی‌رغم بدنامی که داشت، به نظر می رسد ایمو در خارج کردن ارتش ماهر بود. شماره 5 قو. چه کسی قو را دوست ندارد؟ روی کرد او قابل تحسین است. آنها شکل‌های مختلف قلب را تشکیل می‌دهند و یکدیگر را می‌بوسند. دیدن آن خوب است، اما افسوس که قو پرنده بسیار سرزمینی است و توانایی حمله را دارد. در صورت تهدید قوی لال می‌تواند به چشم مردم ضربه بزند و حتی می‌تواند با پرهای عضلانی خود استخوان‌ها را بشکند. قوهای لال در اوراسیا یافت می‌شوند، با این حال در بسیاری از نقاط جهان از جمله آمریکای شمالی نیز قابل مشاهده است. آنها در برکه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاهای داخلی زندگی می‌کنند. طول بال این قو تا 2.4 متر می‌رسد. سادگی و شیطنت قوهای لال ممکن است شما را مجبور کند که به آنها نزدیک شوید، اما توجه داشته باشید که آنها تهاجمی هستند و می توانند شما را تهدید کنند. حملات قوها بر انسانها بیشتر در فصل بهار در زمان لانه سازی آنها رخ می دهد. آنها به شدت از لانه های خود در برابر حملات شکارچیان و درنده ها دفاع می کنند. برای ایمن بودن کودکان بهتر است فاصله از آنها باید رعایت شود. اگر به آنها نزدیک شوید، با توجه به اندازه قدرت بالهای آنها، مخصوصا حمله به چشم، می تواند منجر به صدمات جدی شود. شماره 6 لون بزرگ شمالی. لون بزرگ شمالی یک پرنده بزرگ ناپر است که به نام لون معمولی نیز شناخته می شود. طول بدن این پرنده ها از 24 تا 39 اینچ می رسد و طول بالهای آن تا 60 اینچ است. بارزترین ویژگی آن منقار نیزمانند آن است. این پرندگان مهاجر فصل تابستان را در دریاچه ها و برکه های شمالی ایالات متحده، کانادا و گرینلند می گذرانند. در زمستان به جنوب مهاجرت می کنند. در سواحل اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس فصل سرما را می گذرانند. از نظر فکری براحتی می توان گفت برای انسان خطرناک است. منقار تیز لون شمالی سر یا گردن را هدف قرار می دهد. آنها شکارچیان طبیعی سمورهای دریایی، عقاب و عقاب ماهی خور، مرغ دریایی، کلاغ‌ها، راکون‌ها، عقاب تاس و راسون می باشد که ماهی های بزرگ را با منقار نیزمانند خود می کشند. شماره 7. جغد های ممنوعه. جغد ممنوعه پرندهای شکاری قابل توجه می باشد. جغد ممنوعه یک جغد گرد بزرگ است که در آمریکای شمالی فراوان می باشد. جغد های ممنوعه ترجیح می دهند در جنگل ها و درختان زندگی کنند. طول بدن این جغد ها حداقل 21 اینچ و طول بال آنها بین 41 تا 43 اینچ است. وزن آنها بین 2.5 تا 3 پوند است. جغد های گرد پرنده های کوچکتر را هدف حمله خود قرار می دهد. جغد های گرد در جنگل های بادلاق جنوب ایالات متحده یافت می شود. پرهای تخصصی آنها دارای یک صدای خفه‌کن ذاتی است تا دومه صدای آمدن آنها را نشنود و سپس به پایین می آید و به سر قربانی ضربه می زند. آنها با پنجه های تیز و منقارشان طعمه را گاز می گیرند
و ضربه شدید به سر قربانی وارد می کنند. این پرنده بدجنس معمولاً به سواحل مرتفع شمال غربی اقیانوس آرام به شکار می پردازد. جالبترین چیز در مورد جغت های ممنوعه نحوه پرواز آنها است که می تواند به صدا در میان جنگل های انبوه پرواز کند. این به دلیل ویژگی پرهای آنهاست. اگر انسان در وقت شکار برای آنها مزاحمت کند خطر آفرین می شود و همچنین شما از حمله جغت ها به خود خبر نمی شوید. آنها با چنگال های تیز اثر حمله می کنند و در نتیجه سلامات جدی به شما وارد خواهد کرد. شماره 8 لمرگایر یا کرکس بره. این پرنده شکاری با ظاهر خشین مغز استخوان‌خور است. پس از خوردن لاشه تنها چیزی که باقی میماند مغز استخوان است. لمرگایرها استخوان‌ها را به هوا میبرند و از بلندی روی سنگ‌ها پرت میکنند تا استخوان‌ها بشکنند و مغز خوشمزه آن بیرون آید. اگر فرد در آنجا قرار بگیرد، این تکنیک لمرگایر میتواند باعث آسیب جدی به فرد وارد کند. بنابراین زندگی در نزدیکترین مکان لمرگایر یک خطر بزرگ برای انسان است. لمرگایر یکی از قدیمترین کرکس ها در جهان است. با آنها کرکس ریشون نیز میگویند. این کرکس بزرگ تا 7 کیلوگرم وزن دارد و طول بال آن بین 2.3 تا 2.8 متر میرسد. آنها در مناطق کوهستانی جنوب اروپا، جنوب آفریقا و آسیا ساکن هستند. طول بالهای بزرگ لمرگایر اجازه می‌دهد تا به راحتی بر فراز کوههای بلند پرواز کند. بعد از خوردن لاشه روی استخوان‌ها تمرکز می‌کند. آنها کاملاً از استخوان‌های کوچک تغذیه می‌کند. بنابراین نه تنها از استخوان‌ها بلکه از تکنیک انداختن برای شکار سنگ پشت سخت پوست نیز استفاده می‌کنند. شماره 9 جغد برفی. جغد برفی یکی از بزرگترین و زیباترین گونه های جغد در جهان است. همانطور که از نام آن پیداست، آنها عمدتاً سفید و بال آن دارای لکه های قهوه‌ای تیره هستند. این جغد بزرگ معمولاً بین 3.5 تا 6.5 پوند وزن دارد و طول بالهای آن تا 60 اینچ میرسند. بدون شک انسان ها تهدید اصلی جغد برفی هستند. اما روباهای قطبی و گورک‌ها از شکارچیان طبیعی آنها می باشند. از این رو جغدهای برفی به طور تهاجمی از قلمرو خود دفاع می کنند. جغد برفی می تواند با حمله سری شکارچیان را از محیط خود دور سازد. جغد برفی یکی از بزرگترین پرنده شکاری جهان است. این پرنده بسیار باهوش است که به صورت استراتژیک به هدف حمله می کند. مراقب باشید. زیرا اگر به انسان حمله کند، ابتدا سر را هدف قرار می دهد، سپس می تواند روی صورت یا حتی چشمان شما را پاره کند. پرنده بی آلایش و در عین حال خطرناک است. جغد برفی برای زنده ماندن در کمترین دما سازگار است. این پرنده در دمای زیر 0 تا 50 درجه را تحمل می کند. شماره 10 شاهین دم قرمز. شاهین دم قرمز باهوشترین پرنده جهان است. این پرنده زیرک در آمریکای شمالی یافت می شود. وزن آن بیشتر از 2 تا 4 پوند است. طول بالهای آن 38 تا 43 اینچ می باشند که بالهای آن پهن و دم آن کوتاه است. پرندگان شاهین دم قرمز ماده از نظر اندازه بزرگتر از پرندگان نر هستند. آنها دوست دارند در آسمان باز باشند. منقار قدرتمند شاهین دم قرمز خنجر باشکوه آن است. با این کار براحتی می تواند گوشت را با تراشیدن آن بخورد. به همین دلیل آسیب شدیدی به دشمن خود وارد می کند. اگر کسی از مرز آن عبور کند با منقار قدرتمند خود به آن حمله می کند. شاهین دم قرمز به شدت از لانه خود محافظت می کند و معمولا انسان را به عنوان یک تهدید می بیند. در حین پرواز از طریق دم خود که حس مانند جی پی ایس دارد و دنبال طمع خود می گردد و با شیرجه زدن سر آنها را با چنگال ها و پاهای بزرگشان می گیرند و طمع را می کشند.
اگر این گونه معلومات را دوست دارید، لطفاً تکه‌هایتان را با ما شریک سازید. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم.